نام برنامه آوای ایران زمین برای ارتقاء حس همبستگی بین گروه‌های قومی ایران و نمایاندن ارزش‌های هنری موسیقی سرزمین مادریمان ایران انتخاب شده. هنرمند برجسته کشورمون استاد مجید درخشانی گروه اندلیب به سرپرستی شاهو اندلیبی رو همراهی می‌کنند. در بخش اول که شامل دو قسمت هست، شنونده بداهه نوازی دلانگیز استاد مجید درخشانی با تار، شاهو اندلیبی با نی و پدرام خاورزمینی با تنبک خواهیم بود. و در بخش دوم این قسمت، کارهایی از ساخته‌های استاد مجید درخشانی رو خواهیم شنید. همراه با دستان گرم شما دعوت می‌کنم از حضور استاد مجید درخشانی، شاهو اندلیبی تا به امروز موسیقی ایران را اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم و اگر بخوایم امروز نگاه کنیم ببینیم موسیقی ایران در خارج از مرزهای ایران در کجا ایستاده و چه تحولات از این بسرش اومده در این طول این چند دهه فکر می‌کنیم مهم‌ترین نکته‌ای که میشه در مورد موسیقی ایران در مهاجرت گفت چه میشه؟ بله، سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان. خدمتتون بگم که سوال بلندیه و جوابش هم خیلی بلنده، ولی سعی می‌کنم مختصر بگم. ببینید موسیقی ایران از چند سال قبل از انقلاب به اوجی گرفت دیگه، از همون برنامه های جشن هنر رو نمیدونم به حال جشن هنر یه فستیوال بزرگ بود. یواش یواش نوعی از موسیقی ایرانی که فراموش شده بود اونم در حقیقت یه برگشت به گذشته بود، یک نوع از موسیقی که تقریبا میشه گفت از موسیقی قدیم اقتباس شده بود توسط گروه های موسیقی خوب مثل گروه شیدا، گروه استاد پایور، گروه عارف و ارکستر تلویزیون ملی ایران. این اوج به وجود اومد و مردم دوباره بعد از سالها که اون برنامه‌های زیبای گلها رونقش دیگه از دست داده بود و یا آدم‌هایی که در گلها فعال بودن همه از دنیا رفته بودن و دیگه اون کیفیت سابق را نداشت، یه دفعه دوباره موسیقی ایرانی گور گرفت و با کیفیت خیلی خوب به دست نسل جوان تقریبا افتاد و مردم هم علاقه کافی نشون دادن. The meeting of the East and West here, how do you think it should affect Persian art and culture? I think personally that we should keep our music, I mean our traditional music the same as it was. We shouldn't change it at all. Iran is modernizing all the time. Do you think that Persian art should modernize also? It's not modernized, but change and become from his time, yes. Westernize itself? No, westernize, no. Doron Oj. انقلاب شد، درست وسط این دوران اوج بود، واقعا در بهترین موقعیت خودش بود موسیقی ایرانی. بعد از انقلاب این ادامه پیدا کرد ولی نه به صورت کامل. به طور مثال تمام مراکز پخش موسیقی مثل سیدی فروشی ها، اون موقع حالا کاست بود و مغازه‌های زیادی در تهران بودن، در شهرستان ها بودن که این کارها رو پخش می‌کردن، اونا کلن تعطیل شدن همون یک سال اول انقلاب و این مسئله باعث شد که ارتباط یک موسیقی دان یا آهنگساز یا خواننده
اون ارتباط از دست رفت. یعنی این وسیله‌ای که مرتبط می‌کرد، یکیش کنسرت بود که کنسرت به کلی ممنوع شد، و یکی هم انتشار اثر موسیقیایی که در مجموع میتونم بگم همه چیز تعطیل شد. ولی در همین دورانی که همه چیز تعطیل شد، خب یه سری هنرمندای دولتی داشتیم که اونا طبعا کارشون از دست دادن یا بازنشست شدن، و یه سری موسیقیدانان آزاد داشتیم که گروه شیدا عارف یکی از اونا بود، به سرپرستی استاد لطفی، استاد مشکاتیان و استاد علیزاده. ما هم موقع که جوان، خیلی جوان بودیم، نوازنده‌های این گروه بودیم و جزو اعضای شورای دقیقه تأسیس این کانون چاوش بودیم. و اون موقع خب موسیقی خیلی طرفدار زیادتر، خیلی بیشتر از حالا داشت. یه دوره بود که دیگه کنسرت اینا ممنوع بود و نگاه اصلا به موسیقی یه جور دیگه بود. در اون دوره واقعا تنها مرکزی که خوب کار کرد همین مرکز کانون چاوش بود. کانون چاوش هم بعد از 4-5 سال بعد از انقلاب، به هر حال به خاطر جریانات سیاسی و این چیزا، به تعطیلی اجباری کشونده شد. ولی علاقه مردم همچنان برقرار بود و بهترین دوران همون دوران بود که موسیقی رو حالا به شکل سرود و آهنگای انقلابی آزاد کردن. ولی این آزادی کامل نبود. به هر حال از شروعش که آزاد شد تونستیم کاستا رو منتشر کنیم. همون اوایل کار بود که یه دفعه خوندن خانم ها ممنوع شد و نیمی از موسیقی در حقیقت ممنوع شد. و دوران سختی بود از نظر نگهداری ساز، حمل ساز. واقعا ساز رو باید کارت میگرفتین از وزارت ارشاد، برای مثل یک اسلحه بود ساز. و این تو این دوران به حال یه عده کار کردن، یه عده مثلا دست از کار کشیدن. دوران سختی بود، ولی در نهایت نتیجه اون دوران قبل از انقلاب منتقل شد به بعد از انقلاب، و در یه دوره خیلی خوب تو دهه دیگه 60 و 70 داشتیم که موسیقی ایرانی خیلی طرفدار مردمی پیدا کرد، در بخصوص در نسل جوان و روشنفکر واقعا جایی پیدا کرد که اینش خیلی ارزش داشت. ولی متاسفانه باز با از دست دادن یه سری از بزرگان و یه مقداری هم فشارهایی که در ایران بر رو موسیقی دانا بوده و هست همچنان، در همین اثر این چیزا یواش یواش کیفیت کارا نازل شد و از این دوران اوج خوب استفاده نشد. برای اینکه موسیقی‌دانای گردن کلفت مثل استاد مشکاتیان، استاد لطفی، اینا آقای لطفی که اصلا ایران نبود، آقای مشکاتیان هم چندین کار درجه یک کرد، آقای علیزاده از ایران برگشت باز چند تا کار خیلی خوب ارائه شد، مردم خیلی استقبال کردن، ولی محدود شد به همین دو سه نفر. و نسل جوانی که وارد میدون شد هنوز اون کیفیت رو پیدا نکرده بود، هنوز اون چیزایی که باید یاد میگرفت در دوران آموزش یاد نگرفته بود، به دلیل که استادای اونقدر ایران نبودن. از توشون خب چهرهای پیدا شدن که خیلی زحمت کشیدن، هنوز هم دارن کار میکنن تو موسیقی. ولی نهایت 20-30 سال اخیر افت کرد موسیقی ایرانی، یعنی یواش یواش شنونده عام خودش از دست داد و موسیقی خواص شد. هرچند که موسیقی خواص بود، مثل شعر حافظ که شعر به هر حال درست مردمیه، ولی خیلی از خواص اونا خوب درک میکنن. مردم رابطه احساسی دارن با موسیقی، با هنر، و این رابطه احساسی رو مردم حفظ کردن تا یه دوره. ولی به تدریج در اثر پخش نشدن از آثار خوب موسیقی ایرانی، چه حالا به صورت انتشار و چه در رادیو تلویزیون صدا و سیما که واقعا بزرگترین لطمه رو به موسیقی زد، گوش مردم رو با یک نوع موسیقی در حقیقت تحمیل کرد، این نوع موسیقی رو، چون مردم خوب صبح تا شب رادیوشون روشن بود، تلویزیونشون روشن، نوعی از موسیقی که سلیقه مردم رو به حال خیلی آورد پایین، و یواش یواش مردم فاصله گرفتن از نوع موسیقی فاخر، که حالا اصطلاح فاخر هم از خود یکی از وزیرای ارشاد ایرانه، ولی کلمه مناسبیه، موسیقی فاخر ایرانی. و بعد یه سیستم مجوز درست شد که موسیقی مجوز بگیره، که همینجا به نظر من خرابی آغاز شد. گروهی اومدن به عنوان شعرا نشستن که آثار موسیقی رو گوش بدن، بگن این مجازه، این غیر مجاز، که اصلا این چیز غیر ممکنه، ما نمیتونیم بگیم این مجاز این غیر مجاز، هر کسی میتونه یه نظر یه سلیقه داشته باشه. ولی خب شورای درست شد و اینا هم حقوقی باید میگرفتن، هفته چند بار جلسه تشکیل بدن، هفته یه بار دو بار، و آثار رو بررسی کنن. نتیجهش این شد که همه چی اومد تو بازار، حتی آثار فاخر گاهی مجوز نمیگرفت، ولی آثار به قول اینا مبتذل یا سبک
خیلی راحت مجوز میگیره و در بازار پخش میشد و تبدیل شد به یک زد و بند و یک همه چیزایی که در ایران هستی مافیا شد و همچنان هست. و کسانی که به صورت آزاد کار میکردن به خصوص توی این نسل جوان و نوجوانی که به هر حال توی این 20 سال اومدن، تقریبا اکثر اونایی که من میشناختم حداقل 12 سال ایران بودم بعد از آلمان، اکثرا این جوان ها پاسیف شدن و نتونستن کار کنن. یعنی شرایط کاری اصلا براشون فراهم نشد، برای اینکه دولت هیچ کمکی نمیکرد به مسئله، هیچ کمکی. اگر شخصی افرادی بودن کمک میکردن. یواش یواش این بچه ها کشونده شدن به تدریس و بزرگترین سم برای یک موسیقیدانی که مثلا کسی که آهنگساز خوبیه، نوازنده خوبیه، هفته 5 روز به شاگردای مبتدی درس بده، یعنی به اجبار برای گذران زندگی. و چون حمایت نبود یواش یواش افت کرد. وگرنه ما از تعدد نوازنده خوب و با کیفیت چیزی کسب نداریم، خیلی هم اضافه شدن. یعنی اون موقع تو دوران چاوش مثلا دو تا سه تا نوازنده نی بودن، مثلا دو تا کمون چیز هم بود، الان هزارها هزار، ولی کیفیت خیلی افت. موسیقی کلاسیک با موسیقی غربی به وجود بیاد، باعث شد این دوره طلایی که شما فرمودین در موسیقی ایران شکل بگیره. آیا در ساختار موسیقی ما باید چنین اتفاقی دوباره بیفته که شاهد چنین فضایی باشیم، یا این به حال مربوط به یک فضا و مؤلفه های دیگه؟ خب ببینید، در اون دوره‌ای که وزیری رفت برلین و پاریس رفت درس موسیقی خوند، شما ببینید مثلا سال 1304 اومد مدرسه موسیقی رو باز کرد. موقع اصلا تو ایران نوت نبود، کسی اصلا با سازهای اروپایی آشنا نبود. وزیری متاثر بود از موسیقی اروپا، از موسیقی کلاسیک اروپا، و با اعتقاد تمام هم در این زمینه کار کرد. یعنی رفت هارمونی یاد گرفت، آهنگسازی به شیوه اروپایی یاد گرفت، و اولین کسی بود که به نظرم موسیقی رو خیلی باش جدی و به عنوان یک هنر خیلی مهم باش برخورد کرد. حتما شنیدین که یکی از خاطراتی که شادرمان خالقی تو کتاب سرگذشت موسیقی جلد دوم نوشته، وزیری دعوت میشه یک بار به دربار که در دربار سر میز شام مهمونهای خارجی ارکستر وزیری اجرا بکنه، و وزیری جواب میده که ما در مدرسه عالی موسیقی این ارکستر براتون اجرا میکنه، بیایید نگاه کنید، ما نمیایم سر شام موسیقی اجرا کنیم. و وزیری رو خونه نشین میکنن و به هر مشکلاتی براش پیش میاد. وزیری یک آدمی بود که در نوع خودش در اون دوران بی‌نظیر بود. یعنی هنوزم من فکر نمی‌کنم بتونیم کسی با وزیری مقایسه کنیم. وزیری به شدت شناخت و آگاهی داشت نسبت به موسیقی ایرانی. در زمانی که میرزا حسین قلی، میرزا عبدالله درس ردیف میدادن، وزیری تمام ردیف‌ها اینا رو می‌نوشت و می‌زد. خود اینا تعجب می‌کردن. یعنی تمام سیستم موسیقی قدیم رو خوب بلد بود، در تار نوازیش هم مشخصه. ولی وزیری یک آدم مبتکری بود، به هر حال دنیا دیده بود و موسیقی دیگه دنیا رو شناخته بود، و سعی کرد از امکانات سازش که تار بود، حالا سوای آهنگسازی که به نظر من در آهنگسازی نظیر ندارن، یک سری قطعاتی ساخت برای تار که معمول نبود، حالا از شیوه‌های اروپایی گرفت، از هر جا گرفت، و تحول عجیبی در ساز تار ایجاد کرد. در آهنگسازی هم که وزیری به هر حال از هارمونی و کنترل موسیقی اروپایی استفاده می‌کرد، ولی صدای موسیقی وزیری منهای چند قطعه که قشنگ کلاسیک ساخته، موسیقی ایرانی خالص هم هست. و جریانی که وزیر را انداخت که استادان بزرگی مثل استاد سبا،
موسی معروفی، خود خالقی، این بزرگان همه شاگردای وزیری بودند، در این حالی که شاگردای اون اساتید سنتی هم بودند. و اینا همه در ادامه راه وزیری تمام اون کارهای درجه که در گلها و اینا بازسازی شد توسط خالقی و معروفی و دیگران، همه در از مکتب وزیری اومده بودن و این تحول تا حتی بعد از سالهای سال که کارهای گلها، ارکستر گلها درست شد و این برنامه های بسیار زیبا ضبط شد، این روش وزیری ادامه داشت. منتها همیشه هر حرکتی دشمن داره، ناراضی داره و وزیری هم داشت. یعنی وزیری رو مثلا در یه زمانی که مدرسه عالی رو باز کرده بود، یه کاریکاتوری یه روزنامه انداخته بود که وزیری با تیشه داره تمام سازای ایرانی رو خورد میکنه و خالقی نوشته که ما همه نگران بودیم اگه وزیری اینو ببینه چی میشه و حالش خیلی بد میشه. گفت وزیری اینو نگاه کرد، بعد اون تصنیف خواست، یه تصنیف ساخت بلافاصله، بنشینم و سب پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم. یعنی اصلا برای من نیست که چی من این تصنیف هست تو سگاه ساخته. و نتیجه برخورد وزیری با این مخالفین همین بود که بیشتر کار میکرد، بودم بیشتر با اعتقاد بیشتر کار میکرد و خیلی سعی کردم وزیر رو مثلا بهش اتهام بزنن که این موسیقی ایرانی رو خراب کرد. وزیر تنها کسی بود که روپرده رو براش علامت گذاری کرد، ثبت کرد. تنها کسی بود تو آهنگسازای به هر اونایی که کلاسیک کار کرده بودن کاملا اشراف داشت به موسیقی ایرانی و یه تحول بزرگ ایجاد کرد در تار نوازی، در آهنگسازی. و همچنان آثارش، آثار ایشون روی نسل ماها و نسل بعد از ما هم خواهد بود. آذربایجان اتفاق افتاد و موفق بود. این چرا در ایران به میشه شد؟ من فکر کنم یه مقدار تعصب بود که یه مقدار موسیقیانه داشتن. وزیری که نیامد فقط با در هم رو تعدیل شده ها در حقیقت با حذف رو پرده فقط موسیقی کار کنه. اکثر موسیقی وزیری، حتی ارکستر داشت، ارکستر به سبک معمول، اسمش رو صفای گرامافون است. که اینا فقط ارکستر سازای ایرانی بود. و وزیری اومد فقط بمتار اضافه کرد به مجموعه ساز ایرانی، ساز جدید اضافه کرد که الان هم داره استفاده میشه. وزیری کسی نبود که بخواد موسیقی ایرانی رو کنار بذاره، مثلا نوع فقط کلاسیک رو رواج بده. و خیلی شدید کارهای وزیری ایرانیه.
و رب پرده ها رو حذف نکرد وزیر، در آذربایجان حذف کردن، خب نوعی دیگه موسیقی وجود داشت و اونجا چون حمایت شد به نتایج خوب رسید و اون اتفاق در اونجا افتاد. ولی وزیری اومد حتی برای رب پرده ها چیز گذاشت، از حروف ابجد همین سوری کرون اینایی که میگیم ابداعات وزیریه، اینا رو ثبت کرد، ولی خود رب پرده ها رو تعدیل نکرد، برای اینکه رب پرده در موسیقی ایرانی درست رب نیست، یه ذره این ور اون وره. یعنی شما اگه 10 تا تار 10 تا استاد بزرگ و برده پرداشو مقایسه کنید میبینید اینا یه اختلاف کوچیک در رب پرده دارن، یعنی هر نوازنده به سلیقه و حال خودش اینا رو بالا پایین میکنه. از این نظر وزیری در ارکستر حتما رب پرده رو تعدیل کرد برای اینکه ارکستر تمیز صدا بده، ولی فکر نمیکنم هیچ نوازنده ویرتوز موسیقی ایرانی مثلا با همون پرده‌های تعدیل شده رب پرده نوازندگی کنه. اصلا برای سگاه و بایاتور کرون ها فرق میکنن، بستگی به مقدار ویبره است و وزیری به نظر من خیلی هم حفظ کرد اینا رو. چرا بسید اگر تار رو به عنوان یک ساز اصیل ایرانی در نظر بگیریم، آذربایجان همچنین احساسی رو نسبت به تار داره و رو به طور یک در جشنواره موسیقی بله. در مورد این ریشه های موسیقی که فراتر از مرزهای ایران است بفرمایید. ببینید ما در مورد موسیقی خیلی در گذشته دورتر نمیتونیم خیلی اطلاعات دقیق میتونیم نظر بدیم، حدس و گمان بزنیم، چون که وسیله چیزی که ثابت کنه حرف ما درسته وجود نداره. اگه بخوایم به این نقش ها برجسته ها و به اون مینیاتور ها اینا نگاه کنیم، خب اصلا سازای ایرانی یا چیزای دیگه بوده، حالا مثلا عود ساز اول بوده، چنگ مثلا ساز مهمی بوده، به هر حال تغییر کرده در گذر زمان. موسیقی ایرانی کلتو به نظر من تغییر نکرده، همونجوری که زبان فارسی این همه قرن ها تغییر نکرده دلیل نداره موسیقی ایرانی تغییر کنه، به خصوص زبان فارسی و موسیقی ایرانی خیلی جفت جدا نشدنی هست. ببینیم الان ما تار داریم، آذربایجانی هم تار داره، ما کمانچه داریم، آذربایجانی هم کمانچه دارن، قطعا اینا از یه ریشه بودن دیگه، نمیتونه دوتا ساز مستقل باشه اینقدر به هم شبیه باشه. و بنا به موسیقی اون منطقه، بنا به سلیقه نوازنده ها، به هر حال هر کدومشون یه جوری رشد کرده. در شوروی به هر حال موقعی که دوره شوروی بود تو 60 سال، خب اونا خیلی سعی میکردن هنر رو اهمیت بدن، براش خرج کنن، نشون بدن، به هر حال بخشش جنبه تبلیغی داشت، بخشش هم اتفاق افتاد. مثلا ارکسترایی که در اون دوره که ما اصلا هنوز ارکستر گلهام تشکیل نشده بود، ارکسترایی در اونجا درست شد با همون شیوه کلاسیک ولی موسیقی آذربایجانی داشت. ما مثلا بچگی میادم اون کار امیروف شور فکر می‌کردن مثلا موسیقی ایرانیه، اینقدر که شباهت‌هایی داشت. و در از زمینه علمی از نظر کلاسیک موسیقی خیلی آذربایجان پیشرفت کرد نسبت به ما. ما یه مقدار تعصباتمون موندیم و موسیقی‌دانای ما حتی امروزی‌ها هم چند نفری هستن هنوز اون تعصبات رو دارن و میگن دست نباید بخوره. خب پس چجوری خودشو با زمانه هماهنگ کنه؟ من اعتقاد دارم موسیقی ایرانی این توانایی رو داره که اگر آهنگسازی روش خوب کار کنه و با شناخت کار کنه امروزی هم بشه، برای اینکه مردم امروز وقتی میتونن غزل فارسی رو بخونن لذت برن، میتونن از موسیقی ایرانی لذت برن. منتها خب احتیاج به تزیین داره، احتیاج به آرایش داره، احتیاج به آگاهی داره، شناخت داره، که اینا کم شده. و در موسیقی آذربایجان اتفاقات افتاده، یعنی اونا خیلی از ما جلوتر رفتن در این زمینه ها. ولی ما در مورد ساز ایرانی به عنوان یک ساز بداه پرداز که یک نوازنده بداه پرداز بداه نواز و همین داره میزنه مثل استاد چهنداز، مثل استاد لطفی، از اون نظر موسیقی ما خیلی جلو رفته. یعنی ما بداه پردازایی داریم که در تاریخ کارشون میمونه و مونده. و یکی از چیزهای مهم موسیقی ایرانی که حالا یه شباهتی هم به موسیقی جاز پیدا میکنه از نظر بداهه پردازی، همین در لحظه خلق کردن و در لحظه اجرا کردن، یعنی فراوان ملودیهای پرشور، زیبا، غم انگیز، شاد، لابلای سازهای بداهه این اساتید ما میشنویم و اونا قابل تکرار هم نیستن. دوباره همون استاد در یه ساعت دیگه، در یه روز دیگه همونا رو بخواد بزنه یه چیز دیگه دوباره میشه. یعنی در درون خودش میتونه همینجور بجوشه و متولد بشه. این خاصیت داره موسیقی ایرانی. ما مثلا اینو مثلا نادیده میگیریم، حالا میگیم موسیقی ایرانی موقعی میتونه بین‌المللی بشه که حتما با یک ارکستر کلاسیک اجرا کنه. خب اون موسیقی کلاسیکه، یعنی ما هم حتی مردم ایران هم فکر می‌کنن مثلا یک چیزی با ارکستر سمفونیک اجرا شد دیگه جهانی شده. موسیقی ایرانی اولا که با ارکستر سمفونیک به اون شکل موسیقی ایرانی 100% قابل اجرا نیست، یعنی که ما رو پرده‌هامون چیکار کنیم.
اون وقت برای روپرده ها باید ساز ایرانی بیاد، خب دیگه ایرانی میشه دیگه. ولی این تصور که اینجوری موسیقی ما جهانی میشه من اعتقاد ندارم. من فکر می‌کنم موسیقی ایرانی به همون شکلی که هست باید جهانی بشه، همونجوری که موسیقی هندی، موسیقی چینی و موسیقی کشورهای مختلف همونجوری که هستن در دنیا مطرحن. یعنی استادای بزرگ موسیقی هند میان میشینن ساعت‌ها بدای پردازی میکنن و اروپایی ها، آلمانی ها، حتما اینجا فرق نمیکنه، از هر ملیتی میان ساعت‌ها گوش میدن، موسیقیشون همون موسیقی سنتیشونه. یعنی نمیان به خاطر اینکه حالا شنونده اروپاییه مثلا چهار تا چیز اروپایی قاطی موسیقیشون کنن. و تو این زمینه ما ضعف داریم. یعنی ما اگر یه استاد بزرگی مثل استاد لطفی میاد بدای پردازی کنه، هنوز دنیا نمیشناسدش، برای اینکه در این زمینه کار نکردن مثلا. یعنی دولت ها باید کار میکردن. 30-40 سال که هیچ کاری نشده. برنامه‌ای که به خارج از کشور فرستاده شده در فستیوال ها رفته اکثرا برنامه متوسط معمولی بوده. یعنی در دوره‌ای که اساتید بودن باید اینا به عنوان بالاخره آدم‌های بزرگ این رشته به سرتاسر دنیا اعزام می‌شدن و موسیقی ایرانی رو اونجوری که هست معرفی می‌کردن. حالا اگر یک ارکستر میاد یک ترانه فلان نیمه ایرانی رو میزنه، چه می‌دونم مثلا مست و مصدوم رو میزنه، ما فکر می‌کنیم بعد یه ارکستر سمفونیک اومد موسیقی ایرانی زدن. اصلا موسیقی ایرانی نزدن. یعنی موسیقی ایرانی یه سری خواص و یه سری ظرایف داره، اون رو اگر اجرا کردن موسیقی ایرانی زدن، نه اینکه چیزی شبیه ایرانی صدا بده. در مورد تار هم که شما پرسیدید، خب تار آذربایجان چند سال پیش تو یونسکو ثبت شد و ایرانی هم خیلی ناراحت بودن. من هم گفتم حقتونه، حقتونه، برای اینکه اینا تلاش کردن زودتر ثبت کردن. و گفتم ما نمیتونیم بگیم ساز ما قدیمی تر از اوناست. ایرانی ها میگن تار ایرانی از تار آذری خیلی قدیمی تر، اصلا ریشه تار و فلان. میگم با چه مدرکی میخواین اثبات کنید؟ سازهای خیلی قدیم ایران که اکثرش هست خیلی شبیه تار آذربایجانی اتفاقا. یعنی ایرانی ها سازشون تغییر کرده، بنابراین دستشون درد نکنه آذربایجان تار رو ثبت کردن. حالا به اسم آذربایجان یا به اسم ایران، ما که چیز نیستیم به حال. اونجوری چی میگن کلمه شدم رفت نه اون که خیلی ملیه چی ناسیونالیسم اونجوری برخورد نمی کنیم. ما تار آذربایجان رو همونقدر ازش لذت میاریم که تار ایرانی ازش لذت. دو تا سازی است که در گذشت زمان هر کدوم خاصیت موسیقی منطقه خودشو بده و در بیان اون هر دوتاش قویه. یعنی واقعا تار آذربایجانی. خب من رامیز رو سالها پیش یه ماه آلمان باش بودم، دعوتش کرده بودم، میشناسمش، چه شخصیت داره و چقدر نوازنده درجه که سازش هم ساعت ها من میشنیدم، اصلا بیشتر از ساز ایرانی لذت میبردم. اون داره اون موسیقی اونجا رو با اون قدرت بیان میکنه. تار ایرانی هم برای موسیقی ایرانی با قدرت بیان میکنه. دو تا سازم فقط اسمشون و شباهت به هم زده، ولی دو تا ساز مختلفن. ما اصلا نباید فکر کنیم حالا اونا جلو رفتن یا ما جلو رفتیم. هر کی این وسط کار خوبی بکنه باید ستایش بشه، کارش باید قدردانی بشه. و در مورد کمانچه هم همینطور، ما در مورد کمانچه خیلی ضعیف‌تر از آذربایجانی. یعنی واقعا کمانچه آذری اتفاقات توش میفته، ما هنوز داریم تجربه میکنیم اون اتفاقات بیفته تو کمانچه. حالا تو این نسل امروز چند تا جوان مثل استاد بزرگ جوان اردشیر کامکار و دوستان دیگه پیدا شدن. اینا کاری که میکنم واقعا ارزشمنده و برای خودشونم شاگردایی دارن که همون مکتب رو دارن ادامه میدن. ولی ما نمیتونیم مثلا ساز استاد بهاری رو به دلیل اینکه خیلی سنتیه، خیلی موسیقی قدیم نزدیکه بگیم حالا این عقب افتاده است، این جلو افتاده. نه، هر کدوم رنگ و بوی خودشو داره. ما یک نقش ایرانی رو میتونیم به صورت مدرن نقاشی کنیم، چه میدونم فرس بکشیم، کار دیواری بکنیم. همون نقش ایرانی میتونه شکل سنتیش هم همون شکل قدیمیش که در کاشیکاری اونجا هست ارزش های ویژه خودشو داشته باشه. یعنی هیچ کدوم اون یکی رو نفی نمی کنم بزن.
در این جنبندی های موافقه این جمله هستید که موسیقی ایرانی و موسیقی ردیفی ایرانی یک موسیقی استقلالی هست به معنای اینکه راه رو به روی نوآوری ها یا راه رو به روی تغییرات اساسی در موسیقی میبنده؟ استبدادی گفتین؟ بله. موسیقی ایرانی میشه جون نداره که استبداد داشته باشه. تو سری خورده است. ولی من یه چیزی بگم، من میگم موسیقی ایرانی اصلا کاری نداره به اون، به اون نوع موسیقی دیگه. من فکر کنم آهنگسازای ما، نوازنده‌های ما اینجا مشکل دارن. و از اون ور موسیقی پاپ رو آدم میشنوه، پاپ دوره قدیم رو میشنوه، مثلا یه کیفیت دیگه داره اشعارش، موسیقیش. موسیقی پاپ کشورهای مختلف من شنیدم، مال ترکیه رو، ارمنستان رو، حتی کشورهای عربی، همشون رو وقتی میشنوی میگی این پاپ مثلا ترکیه است، این رنگ و بوی اون موسیقی اون منطقه توشه. یا در موسیقی پاپ ارمنستان خود وجود ساز دودوک اون فضا رو ایجاد میکنه، کما اینکه خود ملودی هم اون فضا و اون چیزو داره. ولی موسیقی پاپ، موسیقی برای مردمه، موسیقی چیزی که راحت هضم میشه، راحت شنیده میشه و وجودش هم ضروری است برای یه سری از سنین نسل‌ها ضروری است. حالا ما اگر بعضیا تعصب دارن یا میگن که موسیقی ما اصلا نباید پاپ توش باشه، یه دوره بود میگفتن اصلا موسیقی پاپ نباید باشه اصلا. مگه میشه شما بگی این موسیقی نباید باشه؟ مردم چی میخوان؟ همون چیزی که میخوان باید باشه. مردم هم خب گوششون تربیت میشه، میتونه خوب تربیت بشه، میتونه متوسط، میتونه بد. و موسیقی ایرانی راه چیزی رو نبسته. شاید بگیم رو به پرده. آره، رو به پرده، چون از ارکان اصلی تشکیل دهنده موسیقی ایرانی، یعنی ما دستگاه سگارو یا بیاتورک بدون رو به پرده امکان نداره بتونیم نشون بدیم. حالا شاید ماهور رو یه ذره بشه، چارگاه یه ذره بشه، اصفهان یه ذره بشه، نوا یه ذره بشه. و خود این یه معضله، یعنی رو به پرده رو برای اینکه دنیا نمیشناسه. ولی من چند تا شاهد دارم که الان دنیا میخواد بشناسه. یعنی موسیقی دانان پیشرو در تمام اروپا و اینا الان رو به پرده دارن یاد میگیرن بزنن. یعنی براشون یک چیز جدیده، یک فاصله جدیده که خب تا حالا نمیشناختن. و من دیدم یکی دو تا نوازنده اصلا میزنن رو پرده، نوازنده اروپایی کار کردن رو شنیدن، به حال در اثر ارتباط با موسیقیدانان ایرانی، موسیقیدانان عرب که اونا رو پرده دارن، حتی موسیقی ترکیه هم بعضی جاش رو پرده داره، موسیقیایی که به حال به مناطق ما نزدیکه دارن یه سری کشفش میکنن رو پرده رو. ولی رو پرده چون خیلی چیز حساس ظریفیه، آره یه ذره مشکلی که آدم بتونه خوب ازش درست استفاده کنه. ولی من اصلا استبدادی نمیبینم. من موسیقی ایرانی رو خیلی به نظر من تو سر خورده میبینم، خیلی اذیت شده. منظورشون این بود که نمیدونم، شاید من نه سایه موسیقی ایرانی شاید سنگین بود که در واقع مختصات موسیقی ایرانی برای خودش این محدودیت رو ایجاد میکنه که خب اگه بخوام به شکل قدیم و سنتی و اینا اجرا کنیم، آره اون اصلا تمام ساختمان موسیقی ایرانی. من فکر نمی کنم حالا موسیقی سنتی یا حالا موسیقی ملی امروزی، اینا هیچ کدومش از اون چارچوب های موسیقی ایرانی بتونه بیاد بیرون. اون چارچوب ها چیه؟ یکی از مهمترین مختصات موسیقی ایرانی جمله بندیه، مثل ادبیات ایرانی. یعنی موسیقی یک جمله، یک ملودی که شروع میشه از یه جا به جا میرسه باید معنی و مفهوم داشته باشه، فعل سر جاش باشه، فاعل سر جاش باشه تا تاثیرگذار بشه. اگه این فعل و فاعل به هم بخوره تاثیر نهایی نخواهد گذاشت و شنونده رو نمیتونه جذب خودش بکنه. موسیقی ایرانی یه سری اصول از نظر جمله بندی داره که اونو فقط از طریق ردیف میشه یاد گرفت. یعنی کسی که ردیف رو درک کرد، اون هیچ چیزی هم نیست که بخوام قواعدی براش تعیین کنیم. کسی که ردیف خوب نواخت و درک کرد میتونه جمله هایی بسازه که فاخر باشن، این جمله ها سر و ته داشته باشن، معنی مفهوم داشته باشن، حس داشته باشن. ولی یه نگاه دیگه هم موسیقی ایرانی که مثلا یک آهنگساز کلاسیک ایرانی میره یه ذره با فواصل موسیقی هر دستگاهی آشنا میشه، بعد میاد فقط با این فواصل بازی میکنه، غافل از اینکه اصلا روح موسیقی ایرانی درک نکرده. بعد یه چیزی مینویسه، بعد میاد میگه من نه، ما هرچی مینویسیم چرا ایرانی صدا نمیده؟ خب شما موسیقی ایرانی نمیشناسی حتما، اگر میشناختی جور دیگه مینویشتیم. و من فکر میکنم به همون اندازه که خب خیلی ظریف و ایناس وارد دنیا شدن خیلی ساده نیست، یعنی اینجوری نیست که خیلی سهل و ممتنع باشه و آدم سریع بتونه. ولی کسی که یاد گرفت میتونه به شکل ساده تری بیانش کنه، میتونه. خیلی ما آهنگایی داریم که این
45 سال 100 سال اخیر آهنگا روانی بودن، خیلی زود به دل مردم نشستند. خیلی کاری هم شده، خیلی پیچیده است و خیلی سخت درک میشه. خب هم تو همه زمینهای هنر این چیزا هست دیگه، در موسیقی دیگه هم هست. بخش اعظمی از فعالیت‌های شما با گروه‌های مختلف چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران متوجه صدای زنان هست. چه ضرورتی در این موضوع می‌بینید که فکر می‌کنید نیازمند این همه تلاش شما در این زمینه؟ خب اولا که نیازش خود حضور این صداست که جاش خالیه در موسیقی ایرانی در نوعی که در ایران کار میشه، حداقل حالا در نوع انواعی که در خارج از کشور کار میشه این جایی صداها پر شده، ولی در موسیقی که در ایران تولید میشه یک نواختی بسیار بدی رسیده موسیقی ایرانی با این خواننده های بسیار متنوع و بعضی با کیفیت، بعضی متوسط، بعضی بی کیفیت که بیشتر بی کیفیته. این نیاز یک صدای دیگه که ما صدای خانم ها بود به حال 50% خوندنه دیگه، نصف به نصف حساب کنیم عادلانه. این صدا احساس کمبودش بود در بین مردم، چون مردم اونقدر دسترسی به این ور نداشتن که حالا من از سال 60 خورده ای که این اتفاق افتاد فکر میکنم این کمبود بود. برای همین میدیدم در کوچه خیابون، توی تاکسی، توی خونه ها مردم همش دارن صدای خانمه رو گوش میدن، ولی خب مال گذشته بود، یعنی کار تازهی تولید نشده بود و هم مال گذشته ها رو که سالها گوش دادن بازم داشتن گوش میدادن و میدیدم چقدر نیاز هست. از اون برم من مثل خیلی دیگه در ایران وقتی این اتفاق افتاد، این ممنوعیت پیش اومد، من جز کسایی بودم که اصلا این ممنوعیت جدی نگرفتم، برای من اصلا جدی نبود. یعنی من از سال 59 کار دارم با صدای خانم ضبط شده، حتی یه لالایی ساختم با ارکستر، یه خانم بود که خواننده کور بود به نام سیمین، بسیار صدای زیبایی داشت و ایشونو بردم استودیو صداشو ضبط کردم با این کار لالایی. گفتیم لالایی رو حداقل مجوز میدن چون لالایی زبان مادره و ایشون هم یه خانم
خوردی مجوز نگرفت، گفتن لالایی هم با صدای خانم نمیشه. ها میگم این مسئله این دغدغه تازه من نبود، از قدیم بود. و تو این فاصله تو آلمان که بودم خب با بسیاری از خانم‌ها کار کردم، خانم مهسا وحدت، مرجان وحدت، خانم زهره جویا و خیلی دیگه که گمنامن. و وقتی هم رفتم به ایران بیشتر این ضرورت حس کردم، برای اینکه در ایران مواجه شدم با یه طیف عظیم خواننده‌های خانم که سال‌های سال زحمت کشیده بودن، تعلیم دیده بودن، خیلی هاشون از شهرستان سالها کوبیده بودن اومده رو رفته بودن، هر هفته که میان مثلا نیم ساعت یه ساعت سر کلاس آواز، و به یه مراحلی بعضی هاشون رسیده بودن که قابل ارائه بودن و واقعا صداهای خوب. خیلی حسرت میخوردم. خب از اون ور این شکل مبارزه‌ای که خانم ها در همه چیز در این سالیان کردن برای من به عنوان مرد گفتم ما هیچ کاری نکردیم، این همه کاری کردن در زمینهای مختلف، بلخص در زمینه موسیقی با تمام ممنوعیت و کار کردن، کار کردن، یاد گرفتن و توی مجالس خونگی، توی کنسرت های خصوصی زیاد خب میشنیدیم صدای اینا رو و حضور داشتن، ولی خب حضورشون وسیع نبود، به گوش مردم نمیرسید. من یکی از دلایلی که این کار خیلی جدی از 3-4 سال پیش شروع کردم، از قبلش خب خیلی کار ضبط شده بود، فکر کردم یه راهی پیدا کنیم با مردم این صدا رو نزدیکتر کنیم، مردم بشنون. گفتم خب با یه گروه بانوان شروع کنیم. بچه های گروه جمع شدن و خب بچه بود که اکثرا در گروه خورشید بودن میشناختیم. این گروه تشکیل شد و چند تا اجرا کردیم، چند تا کلیپ ضبط کردیم و قرار بود که در اصل قبل از ضبط این کلیپ ها قرار بود که این کارها آماده بشه، اول بره مثلا برای اجرای زنده برای بانوان، همون نوع کنسرت هایی که در ایران هست، فقط اجرا کننده ها خانم هن، تماشاچی هم همه خانم هن، صدا بردار خانم، هیچ آقای اونجا حضور نداره. مشکلات زیاد داشت، حالا دیگه وارد جزئیاتش نشم. نهایتا مجوز ندادن، یعنی خود وزارت ارشاد مجوز نداد. ما یه مدتی ول کردیم کارو، گفتیم خب مجوز نمیدن نمیتونیم کاری بکنیم. و اینا خواستن از ما که مثلا اون موقعی که در پروسه مجوز بودیم یک نمونه تصویری بدیم، معمولا میگیرن برای کاری بخوام مجوز صادر کنم باید بشنون ببینن. ما هم نمونه تصویری درست کردیم دادیم، مجوز که نگرفت. یه دفعه به فکرم رسید، گفتم خب حالا که تمرین شده، کارا زحمت کشیده شده، بچه‌ها اومدن رفتن، گفتم این کارا رو ما ضبط کنیم و بذاریم تو فضای مجازی، غافل از این که خب این ممنوعیت رسمی نداشت این کار، ولی بعد از کلیپای ما یه جورایی مشکل پیدا کرد. و این کارا رو در اصل به این قسم رو گذاشتیم که گروه شناخته بشه و برنامه این بود که ماهی یه دونه کلیپ، یعنی ما سه تاشو آماده کردیم و بعد گفتیم تا اینا پخش میشه ماهی یه کلیپ تولید کنیم و هر کلیپی با یه خواننده، یا دو تا کلیپ با یه خواننده، دو تا کلیپ با خواننده های خانمی که به مراحل اجرای خوب رسیدن، اینا از این طریق معرفی بشن. ما غافل بودیم از اینکه اینجوری استقبال میشه، وگرنه یه برنامه‌ریزی دیگه میکردیم، حداقل به جای 3 تا 7 8 10 تا آماده میکردیم که اینو میرفت. ولی باز هم این 3 تا اینقدر تاثیرگذار شد و اینقدر استقبال شد که خب خیلی خوشحال کننده بود. اینکه پرسیدید چه به چه دلیل به این مسئله پرداختم، به دلیل این بود که فکر میکردم این صدا جاش خالیه، یعنی شما فکر کن تار مثلا بگن دیگه نمیتونید در کسی ایرانی بزنید، جای صداش خالی میشه، یا نه همینطور. و اینکه یه چیزی بود که به شکل قانون هم نبود، بگیم مثلا این قانونی ساده شده در اینجا در این مملکت این باید نباشه، قانون نبود، فقط نظرات ضد و نقیض میومد، یکی موافقت میکرد یکی مخالفت میکرد و ما هم گفتیم خب از این فرصت استفاده کنیم، حالا که هنوز قانونی بر علیه این کار نیست، ما این کارا رو شروع کنیم. و ضبط های بسیاری انجام دادم با صدای خانم، خب دیگه پخش نکردم اینا دیگه، بعد از این اتفاقی که افتاد دیگه یعنی نمیتونیم پخش کنیم برای اینکه دوباره مکافات هایی داره برام. جناب استاد، به نظر میرسی که رفت آمد شما به ایران هم همچنان آسان نبوده در سالهای گذشته؟ بله. و در سالهای اخیر به سخت‌ترین چه گفت مراحل خودش رسیده. آینده شما در، یعنی آینده همکاری شما در داخل ایران با این مجموعه دوستانی که بسیار خوب شما موثر بودید در معرفی اینها، یا کسان دیگه‌ای که علاقمند باشن وارد این راه بشن، چه خواهد بود؟
و یا دوستانی که علاقمند باشن در ایران این راه رو باز کنن و یا دریچه های روشون باز هست؟ دریچه ای که به صورت رسمی بخواد باز بشه نه، اصلا هیچ راهی رسمی وجود نداره. خب خیلی از خیلی سال پیش که این ممنوعیت پیش اومد، در حقیقت این ممنوعیت برای این به وجود اومد که خانم ها در ایران نمیتونن رو صحنه تکخوانی کنن، تکخوانی، و نمیتونن آلبوم منتشر کنن. خب ما نه تکخوانی رو صحنه کردیم نه آلبوم منتشر کردیم، ما یک قطعه گذاشتیم در فضای مجازی که یک مسیر دیگه ای بود. این مسیر خوشبختانه هنوز بازه و تو این دو سه سال که اتفاقات افتاد بسیار زیاد خانم های موسیقی خوندن گذاشتن تو فضای مجازی که حالا میتونیم بگیم از 10 تا 20 تاش 2 تاش خیلی خوبه. حالا نمیگم همه این کارا کردن کارای جالبی است، خیلی هم کارای متوسطه چیز هست، همونجوری که آقایون هم همین کارا کردن، یعنی کارای هم که آقایون خوندن چی جنگی به دل نمیزنه. ولی در همین 2 سال چیزایی که من شنیدم تو فضای مجازی از خانم ها، حالا خیلی هم میگن شما باعث شدید، ما که باعث نشدیم، همه داشتن کار میکردن، ما فقط یه راه پیدا کردیم. تازه وقتی که ما این کارو کردیم خیلی هم کلیپ گذاشته بودن در چیز، اینجوری نبود که اصلا کلیپ صدای خانم‌ها نباشه. اصلا ما شروع کننده این راه نبودیم. ما این چیزی که اعتقاد داشتیم کردیم، بقیه هم که یواش یواش اعتقاد پیدا کردن، اعتقاد داشتن، این کارو ادامه دادن. و می‌بینیم که در اثر فشارهایی که به ما اومد در این جریان درست نتیجه برعکس داد. یعنی به جای اینکه خانم‌ها بترسن و برن کنار بگن نخونیم، حالا برای ما این مشکلات پیش نیاد، مکافات بیشتر، چند برابر شد این فعالیت. و آدم وقتی گوش میده خب خوشحال میشه که راه کوچولو باز شده، باریک راست. و یکی از چیزایی هم که خب خاصیتایی که این کلیپ‌ها داره اینه که به رایگان در اختیار مردم قرار میگیره، یعنی مجبور نیست که بره هزینه سنگینی بکنه برای شنیدن این چیز. و یکی از این خانم ها که صدای نسبتا خوبی هم داره به من گفت من یه ماشین 206 داشتم، کارمنده اداره یه ماشین 206 هم فروختم، پولی 3 تا ضبط کلیپ در اومد ازش، الان بی ماشین میرم برم، خیلی هم راضی هم، 3 تا آهنگ خوندم، بالاخره این همه سال کار کردم، حالا هر تعدادی که میشنون راضی هم که ماشین ندارم. گفتم واقعا باریکلا، جای باریکلا گفتن داره. و بسیاری هم ما البته قبل از اینکه این اتفاق بیفته یه فراخوان دادیم، من یه برنامه داشتم که مجموعه‌ای با صدای 20 تا خواننده خانم منتشر کنم، هر کسی یه ترک، بعضی ترک ها مشترک خونده بشه با صدای. حالا این شروع شد، استودیو اومدن، جلسه گذاشته شد، دیگه بعد از اون جریاناتی که اتفاق افتاد همه این کارا رو فعلا متوقف کردم، برای اینکه گفتیم خب بتونیم باشیم کار کنیم بازم. حالا الان این چیز کار اصلی من نیست، ولی من روی اعتقادی که دارم به هر حال بر اون مبنا پیش میرم دیگه. حالا با توجه به اینکه میدونم هنوز چنین ممنوعیتی از قانونی وجود نداره، در ایران ممنوعیت قانونی نیست، و با همین دلیل تا جایی که مشکلی نسازه برای ما کار میکنم. سوال اینه که جشنواره تیرگان رو چطور دیدی؟ جشنواره تیرگان برای من پیش دوستان زیاد گفتم، برای من یه چیزی که از همه مهمتر داشت اون اتفاقی که همیشه دوست داشتم، آرزو داشتم در 20 سالی که در آلمان بودم، من الان 12 سال ایران هم، البته در اون 20 سالی که آلمان داشتم تمام تلاشایی که کردیم که یک مرکز موسیقی بزرگ درست کردیم با اعضای خیلی زیاد و فعالیت، این که بتونیم ایرانیایی که اینجوری با هم، به خصوص در اون محیط اروپا، اختلافات سیاسی، جنگ و دعوا، بحث‌ها، پشت سر حرف زدن‌ها، نمی‌دونم یه چیزایی که اصلا ناخوشایند من در ایرانیا می‌دیدم، این که میگم منظورم عموم ایرانیا نیست، در بخش عمده ایرانیا، این که هیچ وقت نمی‌شد اتفاقی بیفته که همه اینا جمع شن، همه آدم با افکار مختلف، سلیقه‌های مختلف کنار هم باشن. خیلی هم برنامه‌ای پیش اومد، دولت حمایت کرد، ولی ایرانی حمایت نکردند، به دلیل اینکه مثلا میگفتن فلانی اینجوری، اون فلانی اونجوری فکر میکنه، اون فلانی اینجوریه، و تحریم میکردن یک کنسرت ممکن بود تحریم بکنن، و اتفاق افتاد زیاد. و من خیلی دل سرد بودم از روابط احساسی و ارتباط بالاخره هموطن با هم، خیلی، یعنی تو آلمان یکی از چیزهای عذاب دهنده برای من این بود که نتونستم دیگه تا آخر دوام بیارم، که می‌دیدم تو هر زمینه اختلاف هست، تو هر زمینه
چیزی که من در تورنتو دیدم، خب میدونم محیط تورنتو برخورد دولت اینجا و این که ایرانی ها موفقن، بالاخره من تو همین دو هفته فکر میکنم با تعداد خیلی زیادی دوستان آشنا شدم که همشون خوشبختانه در کارشون زندگیشون موفقن، آدم های بدون عقده هستن، آدم های هستن که دوستند. خب دیدم مثلا دوستان چه کمکی، چه رفاقت هایی کردن، واقعا خود ما چقدر لطف کردن و یه صمیمیتی بین ایرانی ها دیدم که خیلی برام جذاب بود. یعنی طوری جذاب بود بارها گفتم ای کاش من بجای آلمان بودم اینجا 30-40 سال پیش، عمرم هدر دادم. و خوشبختانه این تیرگان یکی از چیزهای مهمش اینه که ایرانی ها دور هم جمع کرد. یعنی آدم همین دیدنش که تو این دو سه روز، تو این چهار روز این همه آدم اومده برنامه نگاه کردن، گشتن، غذای ایرانی خوردن، همدیگر رو دیدن. من خودم بسیار دوستانم تو این شلوغی پیدا کردم، کسایی که نه سالها ندیده بودم و این جنبش خیلی مهمه. یعنی این یک ارتباط دوستی مجدد ایرانی و هموطن با هم و استفاده از برنامه‌هایی که برای هر کسی، اون برنامه پاپ براش جذاب بود، این سنتی براش جذاب بود، همه میتونستن از این برنامه‌ها استفاده کنن در کنار هم دوستانه. برای من یک آرزوی چیز محال بود، چون گفتم هیچ وقت چنین اتفاقی در خارج از کشور نمیفته و دیدم به چشمم اینو. حالا از نظر خود محتوای برنامه و اینا خب هر کسی نظر داره، منم مثل بقیه نظرهایی دارم، ولی این چیز برای من از خود کیفیت برنامه مهمتر بود. و اونجوری هم که خب شاهو جان چیز کردن، در ارتباط بودن، برای من تعریف کردن از بچه هایی که اینجا دارن کار میکنن، من همجوری مشتاق‌تر شدم که حتما در این برنامه ها حضور داشته باشم. و در ارتباط با ما هم دوستان همه لطف کردن از همه نظر و به هر حال شاید بیشتر از اون چیزی که من خودم میگم خودم بودم برای من ارزش قائل شدن. همه اینا چیزای خوشایندی بود که از این مجموعه من دریافت کردم. از همین کتابچه که نگاه کردم دارم همه چی اینجا همه چی حسابیه، یعنی با کیفیت، گرافیک خوب، نمیدونم یا همین جوانهایی که اونجا کار میکردن وارد محوطه میشدی همیشه یه راهنما اونجا بود، برو با من بیا، با من بیا، هر کاریشون میخواست سازامون رو خواستیم جمع کنیم، فوری یه گاری میومد. یعنی همه چیز از نظر ارگانیزه اینا مرتب بود. فقط میگم من به عنوان اینکه بیهوده نمیخوام تعریف کنم، اینا تعریف ها بود. از نظر کیفیت هنریش من نظر دیگه دارم. یعنی من فکر میکنم مثلا به جای 4-5 تا گروهی که مرتب در همه برنامه های ایرانی در خارج کشور هستند، به جای حتی 5 گروه یه گروه خیلی درجه یک از ایران دعوت میشد، یه گروه جوان خوب مثلا که مورد تایید باشه. نه اینکه حالا چون این گروه جوان خوب که میگم، خیلی ها در ارتباط مثلا یه گروه دعوت میکنم میبینیم مثلا حرفه‌ای نیستن، خیلی هستن زیاد. با یک چند نفر مشورت با هیئت جوری یا با چند تا موسیقیدان در زمینه موسیقیش من فقط میگم، اگر این اتفاق هم میافتاد خیلی قشنگ بود. یعنی به هر حال از هنرمندایی که ایران نیاز دارن حمایت بشن، منهای اونایی که حمایت دولتی میشن و دائم از این کشور به اون کشور هستن یا مثلا ارتباطایی دارن، همون چیزای پارتی بازی هایی که در ایران رخ میده، یه دفعه ناگاه میبینی در یه برنامه دیگه هم اتفاق افتاده، یه فستیوالی اصلا کسی نشسته که در سطح اون فستیوال نیست، از کجا اومده؟ از ایران. کی آورده؟ فلان مؤسسه. منظورم این که من میگم حتما از ایران بیارم به این معنی نیست که حتما اونا همه خوبن، ولی من خیلی دوست داشتم یه چنین چیزی رو میدیدم در این برنامه ها، یا یه گروه خیلی خوب، یا یک نوازنده خیلی خوب، یه شاعر خیلی خوب از نسل جوان هم از ایران میومد، نه فقط اونایی که در اینجا هستن. اینم خوبه که اینا گیرن، ولی من خیلی از این گروهایی که تو این تلگرام برنامه داشتن خیلیشون 10 جای دیگه هم تو خارج کشور دیدم برنامه داشتن. خیلی خوب بود اگر برخی از این موقعیت‌ها به کسانی که اصلا طالب برنامه نداشتن در اختیارشون گذاشته میشد و حمایت میشد، وگرنه حمایت شدن خیلی ها، اصلا مشکلی نیست. دیگه از تیرگان چی بگم؟ من برام روزای خیلی خوشی بود، به خصوص اون دو روزی که نه دریاچه بود با اینکه خود اجرا داشتیم، ولی تا فرصت پیدا می‌کردیم بیرون بودیم و روزهای خوشایندی بود، به خصوص این همه
دیدن هموطنان کنار هم با عشق و علاقه و دوستی و مهر و چیزای خوب خیلی خوشایند. سفرت به خیر اما تو با دوستی خدا را چو از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان سلام.